سلام، شبتون بخیر. هاشمی هستم از شبکه اسکل روی. امشب هم در خدمتتون عزیزان با یک بحث دیگه ای که امشب میخوایم با شما عزیزان صحبت کنم در مورد اهمیت زبان. شمایی که در کشور خارجی وارد میشی و در یک دنیای دیگه با یک فرهنگ دیگه با یک زبان دیگه موظف هستی که زبان این کشور را این مردم را یاد بگیری و بتونی راحت ارتباط برقرار کنی. مورد بسیار مهمی که من با خیلی کسا دارم برخورد دارم و میبینم این که متاسفانه خیلی کسا 2 سال 3 سال میشن در این کشور زندگی میکنن هنوز مشکل زبان دارن و را نمیتونن راحت کارهای دارشون انجام بدن و ندانستن یک موضوع مشکل این نیست و اینکه شما پشت او رو نگیری و موفق نباشی در کارت خیلی خیلی سخت است برات. ببینید، موضوع مهم در زبان ارتباط است و اینکه شما نتونی به راحتی با ارگان‌های مهم تماس های تلفنی با ارگان ها و همچنین با همسایه هایتان، با مردمی که داری زندگی میکنی، با همکارتان، با پدخون رئیستان ارتباط برقرار کنی، این خیلی سخت است. مورد بعدی در قسمت مدارک شما است. ببینید، شما باید وقتی که مثلا در یک کشور زندگی میکنی برای یک مدرک مهمتر و محکمتری به دست بیاری مطمئنا زبانت باید خوب باشه. در کخت رزیدانت کسی که میخواد 10 ساله بگیره باید حتما مدرک ادو داشته باشه و پرفکتور ازش میخواد و زمانی که بعضی پرفکتورها شاید نخوان ولی از 2017 تمام فرانسه اجباری شده و هر کس که میخواد کخت رزیدان دریافت کنه و حتما باید مدرک عدو داشته باشه. در قسمت ملیت فرانسوی حتما شما باید B1 داشته باشید و یا اینکه سی اپ پروفسیونل دریافت کردنم کار هر کس نیست. ببینید، و یک نیوو و یک سطح زبان خیلی خوب نیاز داره و شما بهتر است که در پیشبرد کارهای اداریتون زبانتون رو یاد بگیرین و این بتونه به شما کمک کنه در کارهای اداریتون. موضوع بعدی موضوع فرماسیون هست و اینکه فرماسیون چه فرماسیونی رو بخونم و انتخاب کنم و او فرماسیونی که شما انتخاب میکنید به نیوی زبان شما خیلی بستگی داره. وقتی که شما زبانت خوب باشه میتونی یک فرماسیون بهتر و خوبتر رو انتخاب کنی. ببینید، من یک توصیه به شما میکنم، فرماسیونی رو انتخاب کنین که او رو دوست دارین، استاج کنین، برین بفهمین معایب یا خوبی های این فرماسیون و این کار را بفهمین، درک کنین و بعد وارد این فرماسیون و این کار شدید، بخاطر که شما یک عمری قرار است با این کار زندگی کنین در این کشور و تغییر استاتو و یا تغییر متی کارتان خیلی سخت است در این کشور که بخواید دوباره یک ارگانی بخواد بیاد شما رو قومینقه کنه یا پول شما رو پرداخت کنه، پول فرماسیون رو پرداخت کنه. خب خیلی سخت است. دولت به شما هزینه میکنه حدود برای هر فرماسیون مثلا یک ساله حدود تا 20000 یورو مصرف میکنه یا پول آمپلو یا ریژیون پرداخت میکنه که این خیلی سخت است برای یک ارگانی که یک فرد را با یک داخل یک وضعیتی میکنه و او فردا ناراضی است و میخواد از این فرماسیون بیای بیرون. ببینین، موضوع بعدی موضوع کار هست و شما به عنوان کسی که در یک کشور زندگی میکنین باید کار تا دوست داشته باشی، بخاطر که یک سوم از وقت روزانه صرف کار هست و اگر تو کار رو دوست نداشته باشی پیشرفت نمی کنی. ببینین، زبان یکی از مؤلفه‌های بسیار مهمی است که در پیشرفت کاری شما، ارتباط با پدخون، ارتباط با مشتری، ارتباط با کسایی که با شما کار میکنن، همکارایتان، این خیلی مهم است و ارتقای کاری شما بسته به زبان شما است. شاید شما در بحث تکنیک خیلی خوب باشین، یک کار به صورت احسن و خوب انجام بدین، ولی وقتی که ارتباط زبانی مشکل داشته باشی شما را مثل همیشه پایین نگه هم داره و اجازه نمیده که شما پیشرفت کنید. بحث بعدی بحث پیشبرد کارهای شخصی است. ببینید، در فرانسه شاید بگم 80-90% کارهای اداری از طریق آنلاین انجام میشه و شما باید بدونین که بدونین بنویسین، بخونین و در زمانی که مثلا دکلاراسیون های اداری را، مالیات را، کف، پلامپلوا و اینا همه را شما بتونین راحت از طریق آنلاین انجام بدین و اینا خودش سواد کافی میخواد برای قسمت زبان و همچنین از نظر کامپیوتر و بحث تکنولوژی و در کنارش دانستن زبان خیلی مهم است.
خب یکی کس که متخصص کامپیوتر است ولی وقتی که زبان یک چیز نمیفهمی تو هیچ کار نمیتونی بکنی. و این موضوع خیلی مهم است که شما مستقل میشی و کارهای ادارت خود انجام میدی، فرم ها را، صفحه هایی که من در هر بخش گفتم شما میتونید راحت خودتون تکمیل کنید و یک متنی که نوشته است. ببینید تمام بحث های اداری وقتی یک جواب به شما میاد، شما در پشت او حتما راهکارهایی نوشتید. اگر مثبت یا منفی باشه در هر بحثی به شما داده باشه، حتما در پشت او نامه راهکار نوشته است و شما مجبور میشی باید او رو باید بخونی. و این موضوعی خیلی مهم است که شما باید بتونی بحث های اداری مثل کف، پلان پلوا، اسانس بلدی، سیاسی پیام و بحث های اداری را بتونی از عهده‌اش بیرون بیای. یکی از خوبی های دانستن زبان ای است که شما در قسمت ملیت فرانسوی راحت تر میتونید پیشرفت کنید. ببینید از شما مدرک B1 میخواید و یا یکی سیپ پروفسیونل و همچنین دانستن دانش ای که تاریخ ای کشور را باید خوب مطالعه کنی و بدانی، حداقل تا یک حد اولیه. در زمانی که شما ملیت فرانسوی میخواید بگیری، شما آن خودتیان و یا مصاحبه داری که باید در مورد یک موضوع صحبت کنی و شما سوال میپرسن و شما باید بتونی راحت او را جواب بدی. موضوعی بسیار مهمی دیگه ای است که شما خودتان مستقل میشی و استقلال کاری و مالی و همچنین دانشی و ارتباطی داری. ببین همیشه سوسیال با شما نیست و که کارهای شما را انجام بده. الان هم خیلی کسا رو میشناسم که سوسیال ندارن و مشکل زبانی دارن و همچنین همیشه به از یک نفر دیگه خواهش میکنن و این معلوم است که وقتا او کمکش بکنه یا نکنه و همیشه درگیر هست و شاید دستش پیش یک نفر دراز است. بیاش من اینو همین میگم، ولی متاسفانه همین رقم از واقعیت هم به همین صورت است. و اصل موضوع هم همین است که شما بتونید مستقل بشین و تمام کارهای اداری را به خوبی و به موقعش انجام بدین. گزارشات مالی را و همچنین ارتباط های تلفنی با ادارات مستقل را و همچنین شما بتونی کارهای خودت به خوبی انجام بدید. خب دوستان، شما را به خداوند بزرگ مهربان میسپارم. از شما دوستان عزیز تشکر و قدردانی دارم و شما میخواهیم که لطفاً سابسکرایب کنین و ویدیوهای مرا به دیگر دوستانتان هم به اشتراک بذارید. شبتان بخیر، خدا یار و نگهدارتان.